شاگردای عزیز و دخترها و پسرای بسیار خوب، سلام و امید از این که جور و صحتمند باشین و درسای گذشته تان خوانده باشین و کار خانگی را انجام داده باشین. درس امروز خدا آغاز میکنیم. قبل از این که درس امروز آغاز کنیم، درس گذشته را یک مرور میکنیم. درس گذشته ما و شما و یادتان است چی بود؟ بله، موارد استفاده از آینه های مستوی. شما میفهمین شاگردای عزیز که از آینه های مستوی در منازل استفاده میکنیم که در او شما رویتان را میبینین و همچنان در سلمانی ها از آینه های مستوی استفاده میکنن. و مورد استفاده دیگه آینه مستوی چی بود؟ پرسکوپ بود یا چشم زیردریایی، که در چشم زیردریایی از آینه مستوی استفاده میشه که دو آینه مستوی به طور موازی بین هم قرار می گیرن و از پرسکوپ در تحت بحری ها استفاده می کنن که می توانن اشیایی که در سطح بحر قرار دارن و بسیار آسانی او را مشاهده کنن و همچنان در تانگ های جنگی هم از او استفاده می کنن و کسایی که در بین تانگ قرار دارن می توانن که اشیایی که در بیرون از اطرافشان قرار داره او را به خوبی ببینن و خدا از ضرر محافظت کنن. خوب شاگردای عزیز، ای بود درس گذشته ما و شما. و آیا شاگردای عزیز، آیا شما به غیر از آینه های مستوی تصویرتان در یک کدام آینه دیگه دیدین؟ مثلا در یک قاشق یا مثلا چاینک نگلی یک تصویر متفاوت تنشان میته شاید دیده باشین و یا مثلا آینه های عقب نمای موترا را دیده باشین که این آینه ها آینه به نام آینه های کروی یاد میشه که در امروز ما و شما هم آینه های کروی میباشه. صنف هفتم مضمون فیزیک، موضوع آینه های کروی، صفحاتش هم 71 الی 73 است. اهداف آموزشی که ما در درس داریم، شاگردان در پایان درس به اهداف ذیل دست می‌یابند: یک، آشنایی با آینه کروی. دو، کسب توانایی شناخت انواع آینه های کروی. سه، کسب مهارت دریافت میراق آینه کروی مقر. خوب شاگردای عزیز، من اینجا برای شما آینه های کروی را یک بار نشان می‌دهم. یک آینه کروی هست. ببینید در اینجا سطح فرو رفتگی از این انعکاس دهنده است. بنابراین را به نام آینه کروی مقر یاد میکنن و سطح برآمدگیش جیوه شده. و این هم ببینید سطح انعکاس دهندهش برآمدگی است و سطح فرو رفتگیش جیوه شده است که آینه را به نام آینه کروی مهذب یاد میکنن. خب حالا میبینیم که آینه های کروی مهذب و مقر یک بار تعریفشان میبینیم، میخوانیم. آینه های کروی قسمت از سطح یک کره میباشند. به همین دلیل است که با آنها آینه کروی میگویند. اگر سطح انعکاس دهنده آینه کروی فرو رفتگی داشته باشد به نام آینه های کروی مقر و اگر سطح برآمدگی آن انعکاس دهنده باشد به نام آینه های کروی مهذب یاد میشوند که هر دو نوع آن در شکل ذیل نشان داده شده است. خوب شاگردان عزیز، ببینید یک کره هست. یک کره است که از آینه ساخته شده. یک قسمت از این را توته میکنیم میگیریم. صحیح شد؟ یک قسمت که از این ما جدا کردیم. و این خدای ما کره است که یک قسمتش گرفته شده. حالا ببینید سطح داخلیش انعکاس دهنده است. این را به نام آینه کروی مقر یاد میکنیم. و در اینجا ببینین سطح خارجیش انعکاس دهنده است و این را به نام آینه کروی مهذب یاد میکنه. هر کدام یک بار دیگه براتون تعریف میکنم. آینه کروی مقر عبارت از آینه کروی است که سطح داخلی آن انعکاس دهنده و سطح خارجی آن جیوه شده باشد. در شکل هم شما مشاهده میکنین، پیشتر هم دیدین، حالا هم ببینین سطح داخلیش انعکاس دهنده و سطح خارجیش جیوه شده است. این را آینه کروی مقر میگه.
آینه کروی مهدب عبارت از آینه کروی هست که سطح خارجی آن انعکاس دهنده و سطح داخلی آن جیوه شده باشد. این دیجا میبینیم که سطح خارجیش چیست انعکاس دهنده و سطح داخلیش جیوه شده که در بنام آینه کروی مهدب یاد میکنم. خوب شاگردای عزیز، ما و شما محراق آینه کروی مقره میخواییم که عملا پیدا کنیم. قبل از اینکه محراق پیدا کنیم، ما اینجا در تصویر نشان میتونم که محراق چه قسم پیدا میشه. یک آینه کروی مقعر است، سطح خارجیش جیوه شده، سطح داخلیش انعکاس دهنده. در قسمت وسط از این ما یک خط رسم میکنم. ببینید شاگردای عزیز، گفتیم آینه کروی آینه است که قسمت از سطح کره میان خالی باشد. اینمی کره که آینه قسمت از او هست، مرکز این کره را به نام مرکز انحنای آینه یاد میکنند و خطی که مرکز کره را به آینه وصل میکنه این را به نام محور اصلی یاد میکنند. نقطه که محور اصلی از او میگذره و بالای سطح آینه قرار داره، این نقطه را به نام رأس آینه یاد میکنه. و نقطه وسطی بین مرکز انحنا و رأس آینه را به نام محراق یاد میکنه و به حرف F نشان میده. یعنی محراق بین رأس و مرکز انحنا قرار داره. خب حالا برای اجرای فعالیت ما به آفتاب ضرورت داریم که ما میریم در سن اولی و این تجربه را انجام میدیم. خب شاگردای عزیز، شما فعالیت دیدین که ما انجام دادیم که در اوجا محراق آینه مقعره پیدا کردیم که تصویر آفتاب در محراق آینه مقعر به کوچکترین اندازش تشکیل شد. حالا ما میبینیم که از تجربه فرق به این نتیجه میرسیم که محراق در آینه کروی مقعر محلی است که تصویر خورشید در آن به کوچکترین اندازش تشکیل میشود. محراق آینه مقعر را به اف نمایش میدهند. محراق آینه مقعر در شکل ذیل نشان داده شده. ببینید شما؟ شاگرد عزیز، در شکل شعاع موازی بالای آینه مقعر میتابه. چندین شعاع، یک دسته شعاع، ببینید چهار شعاع بالای آینه تابیده. این شعاع وقتی موازی به محور اصلی میآید، شعاعی که موازی به محور اصلی بالای آینه میتابه، تمام این شعاع از یک نقطه‌ای که بالای محور اصلی قرار دارد در یک نقطه تمامشان تجمع میکنند که اینمی نقطه را به نام محراق یاد میکنند. خوب شاگردان عزیز، حالا میاییم سر موارد استفاده از آینه های کروی. خوب شاگردان عزیز، گاهی منقل های آفتابی را دیده اید و یا به آینه های عقب نمای موترها توجه کرده اید. همه و همه موارد استفاده آینه های کروی و خواص آن را نشان می دهند. به طور مثال منقل آفتابی که جهت پختن غذا از آن استفاده می شود، زمانی که نور به آن می تابد، اشعه های نور از آن انعکاس نموده و در نقطه به نام محراق تقاطع می نمایند. تجمع شعاعات نور باعث به وجود آمدن حرارت بسیار زیاد می شود و در نتیجه سبب پختن غذا، جوش آمدن آب در ظرف و چاینک ها می گردد.
خوب در اینجا در شکل ببینین شما، اینمی منقل است خودش، اینی قسمت از یک آین دور دور از یک آینه چی است؟ یک آینه کروی مقر است. شعا موازی تابیده، ببینین این شعایی است که موازی بالای منقل تابیده. شعاتی که موازی میتابن گفتیم پیشتر تمامشان در یک نقطه چی میکنن؟ تجمع میکنن. که در اینمی نقطه که شعات تجمع میکنن حرارت بسیار زیاد تولید میشه و در اونمون نقطه منقل و یا دیگ و یا چاینک قرار میتن که با همی هر تولید حرارت بسیار باعث ازی میشه که دیگ پخته شوه و آب به جوش بیه. شاگردای عزیز، حال بعض تصاویری که موارد استفاده از آینه های مستوی را نشان میده، من اینجا براتون نشان میده. ببینین در اینجا این امو آلیست که دکترها از او استفاده میکنن و دندان مریضه و بسیار آسانی میتونن ببینن. خوب شاگردای عزیز، در اینجا این آله از آینه مقهر ساخته شده و تصویر دندان در میراق آینه تشکیل میشه و دکترها بسیار به سهولت میتونن دندان مریضه معاینه کنن. در این تصویر ببینین، این تصویر یک جاده را، جاده که متراده او میره نشان میده که در اینجا از آینه های مهذب استفاده شده و میتونن در جاده هایی که زیادتر گولایی میباشه در اوجه ای آلا نصب میشه تا از تکر موترها جلوگیری کنن و موتروانا میتونن که در این آینه ها، آینه ها موترهایی که در عقب امو گولایی قرار دارن و ببینن. و دیگه اینجا یک چراغ دستی هست. این چراغ دستی در چراغ های دستی از آینه های مقهر استفاده میشه و یا میتونن که شعاع را بسیار به نقاط دور انتقال بدن و فضای بیشتر را چی کنن؟ روشن بسازن. شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که درس امروز فرا گرفته باشین. یک بار درس به طور خلاص براتون بیان میکنم. درس امروز ما و شما بود آینه های کروی. آینه های کروی عبارت از آینه های است که قسمت از سطح یک کره میان خالی باشد. اگر سطح داخلی آینه انعکاس دهنده باشه به نام آینه کروی مقهر و اگر سطح خارجی آینه کروی انعکاس دهنده باشه به نام آینه کروی مهذب یاد میشه. یعنی آینه های کروی به دو نوع است، یکی آینه کروی مقهر و دیگه آینه کروی مهذب. موضوع دیگه که ما امروز در درس خواندیم محراق آینه کروی بود، که محراق آینه کروی مقهر وقتی که شعاعات به طور موازی بالای آینه کروی مقهر میتابه، تمام شعاعات از یک نقطه که بالای محور اصلی قرار داره در یک نقطه تجمع میکنن که این نقطه را به نام محراق یاد میکنن. البته محراق بین مرکز انحناء و رأس آینه قرار داره. خوب شاگردان عزیز، دیگه موارد استفاده از آینه های کروی بود. شما میفهمین که آینه از آینه های کروی گفتیم در منقل های آفتابی استفاده میشه و همچنان دکتر دندان از میتونه که توسط معالی که در او آینه مقهر استفاده شده دندان مریض معاینه کنه و همچنان برای جلوگیری از تکر موترها در گولایی جاده ها آینه های کروی را نصب میکنن تا موتروانا بتونن موترها را به خوبی یک دیگه خود ببینن و همچنان دیگه از آینه های کروی در آبگرم کن ها استفاده میشه که میتونه که همو شعات نور بسیار به خوبی جذب کنه و آب خوبتر گرم کنه. و دیگه از آینه های کروی گفتیم در چراغ دستی هم استفاده میشه که چراغی میتونه که از آینه های کروی مقعد استفاده میشه که میتونه ساحه بسیار زیاده روشن بسازه. خوب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و شما. ما حالا یک کارخانگی هم به شما در نظر گرفتیم. کارخانگی شما هست میراق آینه کروی مقهر را ترسیم نمایید. هم قسمی که ما براتون گفتم شعاعات هم تمامش موازی بالای نبتوانین و بعد از تمامش از یک نقطه که بالای میور هستی قرار دارد دو نقطه عبور بدین و میراق رسم کنین. این هست کارخانگی شما. خوب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و شما. درس امروزه بخوانین، درس جدیدتان هم بخوانین، کار خانگی را انجام بدین و درس آینده که خلاص فصل ششم است او را هم یک بار مرور کنین و با امید موفقیت های هرچی بیشترتان. خدا حافظ.